منصور دوانقی، حضرت صادق علیه السلام که شهید کرد. به فکر این افتاد که قصه اماما را تمام کنه، ببینه کیه واسه حضرت صادق، اونم بکشه، بعد از اون کیه اگه هست اونم بکشه، بچینه ببره خلاص کن. خدا انقدر خدای نیرومندیه، خدا انقدر خدای قویه، خودش شل داده تا امتحان کنه، اما یه جا نخواد، فلک برای خدا یه بال مگس نیست، یه بال مگس، همش مخلوقات خود خداست. خدا نمیخواد، میخواد این بمانه، میخواد امام موسی بن جعفر بمانن، بعدش هم حضرت رضا بیان، بعدش هم امام جواد بیان، بعدش هم امام هادی بیان، بعدش هم امام عسکری بیان، بعدش هم آقا حضرت بقیت الله صلوات الله علیه و علیهم اجمعین تشریف بیارن و باشن در زمان ما، ما در زمانشون. منصور پرسید از این اون که جعفر ابن محمد به کی وصیت کرد؟ گفتن به هر کسی یه چیز گفت، هر کی ازش پرسیده بعد شما امام کیه یه چیز گفت، به بعضی ها گفته که منصور وصی من. ببینید اماما تو چه فشاری بودن، چجور میخواستن شیعه هاشون هم نگه دارن. حالا امام صادق کشته میشن، شیعه ها بلا سرشون نیاد، کمتر بلا سرشون بیاد. چه زمانی گذروندن، هر یه لحظش هست، سالها عمر من و امثال من پر نتیجه تر بوده. گفت دیگه کی؟ گفتن فلان کس دیگه. تا گفتن یکشم موسی بن جعفر، گفت همینه. تصمیم گرفت آقا را شهید کنه، موسی بن جعفر را، اما بی سر صدا. برای والی مدینه بنویسه که خلاصه یه جوری سر بنیس کنه آقا را، آقا موسی بن جعفر را، بی سر صدا یه قصه یه جوری بشه، بگن اختلاف خانوادگی بود، بگن فلان مشکل بود، بگن فلان بود. ائمه علیهم الصلاه والسلام هیچ وقت القتل لنا عاده، فراری از این نبودن، اما وقتی که خدا نمیخواد، اینا بندگان خدا هستن. حضرت موسی بن جعفر یهو تو مدینه گم شده نیستن. آقای آدم عادی نبودن تو مدینه، همه میشناختن آقا را، روز شب این طرف اون طرف نیستن، حتی زن و بچه شون خبر ندارن کجا، رفتن بیرون نفهمیدن، نیمدن دیگه، هرچی گشتن نیست. حالا بعد تو روایات ذکر شده آقا شبونه در اومدن رفتن مکه مکرمه، از مدینه رفتن مکه، تو مکه توی خونه مختفی بودن، چون مکه مدینه اینا همش دست منصور بود، کل کشور اسلامی دستش بود. مثل حالا نبود یک کسی تو عراق مشکل داره میره بیرون، یک کسی فلانجا مشکل داره میره یه جای دیگه راحت میشه، همش دست منصور. به امام حسین صلوات الله علیه گفتن برید یمن، گفتن کجا برم، همش دست یزیده، هر جا برم تعقیب میکنم. آقا آمدن مدینه مکه مکرمه، اونجا توی خونه مخفی بودن، طولم کشید قصه مدتا، کسی هم خبر نداشت. یه دو سه نفر از شیعه های خلص بودن، اینا خدمت حضرت میرسیدن خونشون، و بعضی فرمایش های حضرت را برای بعضی ها، خلاص اداره وضع شیعه را بی سر و صدا قدری که لازم بود میکردن. خود حضرت هم تو این روایت داره گاهی شبها تو تاریکی، اون وقتا برق اینا که نبوده، بیرون میمدن، میمدن مسجد الحرام طوافی میکردن، نمازی میخوندن. یه روز حضرت موسی بن جعفر علیه السلام به همون
اینایی که میمدن خدمتشون فرمودن فردا برو تو مسجد الحرام، یک شخصی طواف میکنه، قد بلندی داره، چهرش اینجوریه، خصوصیاتش را بهش بیان فرمودن، گفتن این به من کار داره، بیارش. بیارتش. این هم رفت دید اون شخص را، آوردش خدمت آقا موسیم جعفر، گفت شما آقا موسیم جعفر میخوای؟ گفت آره. بیا دنبال من، اما دور را برو، پیش من را نرو، که یه وقت کسی شک کنه. به سیاهیه من بیا. اینم آمده تا توی خونه رفته، اونم آمده اومد تو خونه، اومد خدمت حضرت موسی جعفر. اینه که میخوام نقل کنم این تیکه است. حضرت بهش فرمودن اینه اخوک، برادرت کو؟ گفت ابن رسول الله، با هم اینا اهل یمن بودن، یمن اونور مکه است، اونور حجازه. گفت ابن رسول الله ما با هم دیگه در اومدیم بیاییم مکه، به فلان قریه فلان جا که رسیدیم جدا شدیم از هم. نگفت چرا. گفت من از فلان راه اومدم دیگه، اون تو اون تا اون ده با هم بودیم دیگه، خبر ندارم ازش. حضرت بهش فرمودن بگم قصت یا خودت میگی؟ ساکت شد. برادر بودن، رحم بودن، با هم قهر کرده بودن. چی بگه به حضرت؟ حضرت بهش فرمودن با هم اومدید تا اونجا، به اون ده که رسیدید اختلاف کردید، نزاعتون شد سر یه چیزی، با هم قهر کردید. وقتی که با هم قهر کردید، حضرت عزرائیل مأمور شد جون هر دوتون رو بگیره چند روز دیگه، یعنی عمر هر دوتون بناشد تموم بشه. قطع رحم قطع عمر هر دوتون، چون هر دو تقصیر کار بودید. حالا اون بی خود کرد، تو کتا میمدی، تو روایت ندارن، یه حاشیه منه، این بی خود کرد، اون کتا میمد. دو تا مسئله اونقدی که من رسیدم بهش، من از 50 سال قبل یادمه یا یه خورده بیشتر، اون پیره مردایی هم که هستن کم و بیش تصدیق دارن این مطلب را. دو تا مسئله سابقا بیشتره حالا بوده، دو تا خوبی حالا هم هست، اما کم شده، کمتر شده. سابقا بشر بشر بوده، انسان انسان بوده دیگه، گفت دو تا ظرف رو پیش هم میذارن صدا میده، حرف راستی، آها صدا میده. اما یه دونه آدم هم پیدا میشه اینا رو جدا میکنه ازم که صدا نده. سابقا بیشتر بود این اختلافا، نزاعا، یه پیر مردهایی، یه پیر زنهایی، یه زنهای بزرگ عاقل، یه مردهای بزرگ عاقل بودن، میونجیگری میکردن، کم میشد این قصه ها، کمتر میشد. بزرگا بزرگی داشتن، کوچیکا کوچیکی داشتن. اگه یه بزرگی تعدی میکرد، یه پدری، یه مادری، یه مادر بزرگی، یه پدر بزرگی، بی جا حرفی از دهنش در میاد، کوچیکه میخورد، تحمل میکرد، میگفت اون بزرگتره، میرفت دستشو میبوسید، ازش معذرت میخواست، نمیگفت تقصیرت توست، تموم میشد. اگه فرزند یه نافرمانی میکرد، یه جهالتی میکرد، بزرگه بزرگواری میکرد، میگفت جاهله، جوونه، تجربه نداره. حالا کم شده، هم بزرگه بزرگین خیلی نمیکنه بعضیا، هم کوچیکه کوچیکی نمیکنه، هم اون وساطتا کم شده. خیلی بلاها مال همین هاست، خیلی گرفتاری ها مال همین چیز هاست. اینا نخای غیر مرئیه، این روایت ها این مطالب رو نشون میده. حضرت بهش فرمودن که تو و برادرت با هم قهر کردید،
عزرائیل مأمور شد چند روز بعد جون هر دوتون رو بگیره، هر دوتون بمیرید، خلاص، دنیا امتحانه، دوتاییتون امتحانتون رو پس دادید، تموم شد. واسه چی دیگه؟ واسه چی بمونه؟ بنا نیست کسی که میاد تو دنیا تا آخر عمر دنیا بمونه، 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله، 60 ساله، 80 ساله، 100 ساله، قدی که حسب علم خدا امتحانش تموم شد، بفرما برو دیگه، بقیه امتحان باید بدن، بعدی ها امتحان بدن. بنا شد هر دو از دنیا برید، ولیکن تو مسیرت که میمدی یه ده بود اونجا تو رات، یه عمه داشتی، رفتی دیدنی عمت، صله رحم کردی، اینجا یه قطع رحم کردی، اونجا یه صله رحم کردی. چون تو صله رحم کردی، عزرائیل مأمور شد تبصره بزنه، استثنا کنه تو رو. حضرت بهش فرمودن 20 سال عمرت جدید بنا شد، بت بدن به صلت که عمتک. عمه خصوصیت نداره ها، خالم همینه، عمو هم همینه، دایی هم همینه، پسر دایی هم همینه، پسر عمو هم همینه. اون قصه درش عمه بوده. حضرت فرمودن 20 سال عمرت اضافه شد، اما برادرت قبلی که برگرده میمیره. یا شاید بهش فرمودن مرد، حالا یادم درست نیست، خیلی وقت دیدم که میگه بعد که برگشتم پرسیدم، گفتن آها برادران کجا مرده، تو را دفنش کردن. چون اون زمان هم که نقل و مقل نیست، ماشین نبوده، این وسائل نبوده. خلاصه گفتن اون عمرش اینجور، تو عمرت اضافه شد، اون تمام شد. این ماه مبارک رمضان، این چند روز دیگه که مونده، سعی کنیم وصی خودمون باشیم. اگه پول، اگر آبرو، اگر کار، اگه اولاد، اگه پدر و مادر، اگه ارحام، اگه کار خیره، اگه اینا صدام انجام بده. هرچی از زبونمون میاد، هرچی از پولمون میتونیم، هرچی از حضورمون میتونیم، سعی کنیم گره گشا باشیم برای شناس و نشناس، برای کسی که حق گردنمون داره یا حق گردنمون نداره، حتی برای کسی که دشمن انسانه. دشمنه 10 بارم چوب لای چرخ شما گذاشته، اگه کارش دست شما افتاد، نگید این دشمنه، نگید وقتی که دست این بود چوبلای چرخ من گذشت، حالا روزیه که من کاری که خودش کرد بکنم. نه، شما از اون یاد نگیرید. شما دنبال اهل بیت هستید، دنبال امیرالمؤمنین هستید، دنبال امام حسین هستید، دنبال امام زمان هستید، دنبال ائمه اطهار علیهم السلام هستید. گره کارشو باز بکنید. حتی اون امام حسین ماها، امام حسین مال دنیان، مال کونن، مال حتی بهشته، اهل بهشت، اما به نتیجه ماهاییم، ما شیعاییم که منتسبه به امام حسین علیه السلام هستیم. تو رای کربلا، حر و اصحابش، اینا دشمن مسلح، مأموریتشون این بود که حضرت رو تسلیم ابن زیاد برام بکنن. گفتنم به حضرت مأموریتمون اینه، دیگه بیش از این. حضرت هم میدونستن چند روز دیگه روز عاشورا همینا شرکت میکنن در قتل امام حسین، در قتل حضرت ابوالفضل، در قتل حضرت عباس، حضرت ابوالفضل، در قتل حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، همینا. یه دونه حور توبه میکنه، اما بقیه که توبه نکردن. معذالب دیدن گره کارشون اینه، اینا تشنه آبشون داد. حتی یکشون هم که بلد نبود، اینه که خیلی چنیدید، از شدت تشنگی میتونست آب بخوره، میریخ آبا، حضرت به دست مبارک خودشون اومدن گرفتن که خورده خورده با آرومی آب بتونه بخوره، بهش آب دادن. اینا سواسیه نفسه که سعی کنیم هر کی
هر موفق بوده به این وصایت نفس خودش یه خورده بیشتر انجام بده، هر کی نبوده تصمیم بگیره. چه کار میخواییم بعد ما بچه هامون، نوه هامون، نتیجه هامون، بستگانمون، وصیمون چه کار میخواییم واسمون بکنیم؟ خودمون بکنیم. حالا هم ثوابش بیشتره هم مضمون مسلمه. حسین حسین